با سلام شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری، برنامه امروز یک شنبه 20 نوامبر 2016 برابر با 30 آبان ماه 1395 رو به شما تقدیم میکنم. این برنامه در آغاز گفتاری سیاسی خواهد داشت درباره 18مین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای و سپس در بخش دوم گفتگویی است با محمد رحیمی درباره اوضاع ترکیه، سرکوب حزب دموکراتیک خلق ها و کردها و سکولار ها توسط دولت اسلامی اردوغان. امید که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیرد. هجده سال پیش در پاییز 77 داریوش و پروانه، محمد جعفر، منوچهر و قفار پیروز توسط سربازان گمنام امام زمان سر بریده شدند. پاییز بود و برگ ریزان سرد، جسدها یکی پس از دیگری پیدا می شدند. آیت الله ها در صدور فتواهای قتل در مسابقه بودند. آیت الله مصباح یزدی، آیت الله خوشبخت، آیت الله جنتی، آیت الله یزدی، آیت الله خزعلی، حجج اسلام، فلاحیان و دوری نجاف آبادی و اژه‌ای دروازه های بهشتشان را با خون نویسندگان و روشنفکران سربریده شده باز می کردند. حذف روشنفکران و دگراندیشان و ترور فیزیکی در ایران از سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از سالها قبل از سال 77 آغاز شده بود، اما حکومت در نهایت تنها مسئولیت قتل 4 نفر را به عهده گرفت و تلاش کرد پرونده قتل‌های زنجیری را در قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده خلاصه کند و این قتل‌ها را به عوامل خودسر در وزارت اطلاعات نسبت داد. قتل محمد شریف نویسنده و مترجم، پیروز دوانی نویسنده و فعال سیاسی چپ، احمد امیرالایی نویسنده و مترجم، قفار حسینی مترجم، حسین برازنده، ابراهیم زالزاده، احمد تفسدی، منوچهر ثانعی، حمید حاجی زاده و پسر 10 سالش کارون، کاظم سامی، هایکوس بیان مهر، فریدون فرخزاد، معصومی مصدق، نبی دکتر مصدق و ده ها روشنفکر و منتقد سیاسی دیگر در سری فتواهای آیت الله های خبره در آدمکشی و قربانیان قتل های زنجیری قرار گرفتند. اما حکومت اسلامی مسئولیت هیچ یک از این قتل ها را بر عهده نگرفت. آنها مخالفین و دگراندیشان را ربودند، جسدهایشان را در خیابان و کوچه و بیابان رها کردند، آنگاه برای پوشیده نگه داشتن جنایات و مسببین و عاملین و آمران این جنایات وکیل خانواده های قربانیان این قتل ها را به زندان انداختند. با سازمان دادن دستگاه سرکوب و سانسور و بستن و توقیف روزنامه ها و نشریات و هفته‌نامه های منتقد و روشنگری که نور بر تاریکخانه اشباح انداخته بودند و دستگیری و زندان و مجازات نویسندگان و روزنامه‌نگاران، تا توانستند زبان بریدند و قلم شکستند تا حقیقت جنایات آشکار نشود. اما برای مردم ایران و جهان آشکار شد که مسببین این جنایات چه کسانی‌اند. نام‌های آیت الله خوشبخت، آیت الله جنتی، آیت الله مصباح یزدی، آیت الله خزعلی، فلاحیان و محسن اژه‌ای و دوری نجاف آبادی و سعید امامی و پشت همه اینها شخص خود خامنه‌ای به عنوان قاتلان و آمران قتل‌ها بر سر زبان‌ها افتاد. تمام تلاش خانواده‌ها در راستای دادخواهی ادامه یافت و با دادخواهی جان باختگان دهی خونین 60 همراه و همصدا شد. خانواده ها در همین سالها کوشیدند امر دادخواهیشان را به پیش ببرند،
علارغم دادگاهی نمایشی و دروغین برای بستن پرونده قطعهای زنجیری و محکوم کردن برخی از عوامل دست چندم این جنایات، خانواده ها با رد دستگاه قصاص خواهان روشن شدن حقیقت شدند. خانواده ها بارها گفتند مخالف اعدام و شکنجند، اعدام را جنایت سازمان یافته دولتی می دانند، اما حق دادخواهی و مبارزه برای حقیقت و عدالت را طبیعی ترین حق خیش می دانند. مبارزه‌ای که بتواند در ابعاد سراسری و ملی و بین‌المللی به این جنایات به مثابه جنایت سازمان یافته حکومت اسلامی رسیدگی کند. آمرین و عاملین این جنایات را در مقابل دادگاهی عادلانه و علنی محاکمه کند و به مجازات برساند. روشن شدن حقیقت اولین گام برای پایان دادن به ادامه این جنایات است. اضافه بر آن، مانع از آن می شود که جنایتکاران با فراغ بال به جنایاتشان ادامه دهند و در پناه قانون و حکومت قرار گیرند. کشف حقیقت با هدف بازداری جامعه از دور تازه خشونت است و دقیقاً سیکل کور انتقام را در نطفه می کشد و جامعه را با هدف احترام به حق انسان برای زندگی، برای بودن، برای اندیشیدن سازمان می‌دهد. به این لحاظ همچنان که بارها گفته‌ایم، باید بر روشن شدن همه حقایق این کشتارها و جنایات در همین سالها تأکیدی چند باره کرد. باید بر محاکمه علنی و عادلانه همه آمرین و عاملان قتل‌ها و جنایات سیاسی در ایران پای فشرد. باید همه این جنایات و دردها و رنجها به رسمیت شناخته شود و تاریخ خونینی که روحانیت برای کسب و قبضه قدرت و نابود کردن همه عناصر ترقی خواهی و دگراندیشه جامعه ایران پیموده برای همگان آشکار شود. این آشکار شدن حقیقت است که جامعه را از افتادن مجدد در ورطه خونین استبداد و تجدید سازمان استبدادی دیگر باز می‌دارد. جامعه و انسان را برای مقابله با هر گونه سوء استفاده از قدرت و تلاش برای سازمان دادن استبدادی دیگر تحت هر نامی آماده می‌کند. روشن است که نباید در مقابل همین جنایاتی که صورت گرفته است سکوت کرد. هرگز خانواده‌ها و مردم نمی‌توانند عزیزانشان را فراموش کنند، این جنایات و سببیت را ببخشند. جنایتکاران باید بدانند که در برابر مردم و آیندگان باید جوابگو باشند. این حق مردم است که بدانند که چرا این همه جنایات انجام شد، چگونه روحانیت برای تثبیت قدرتش دادگاه‌های تفتیش عقاید را در ابعادی گسترده سازمان داد، تبخش را در حدی جنون آمیز و وحشتناک و بسی برای عقب راندن مردم و مخالفان به کار گرفت، دانشگاه ها و مدارس عالی را بست، استاد و دانشجو را به حبس کشید، نوجوانان را طعمه مین و بم کرد تا بهشت مرگ را در کلیدهای آویزان شده برگردنشان بیابند، کتاب و درس و علم را با ریشخند خرافه و روزه و توضیح المسائل فقهی معاوضه کرد، به جای شهرها و روستاهای آباد گورستانهای ایران را با خاورانهای پیدا و ناپیدایش از اجساد بهترین فرزندان مردم ایران آذین بست و انسانیت را در یک کلام کشت تا حکومت اسلامی و ولایت فقیهش بتواند بر گورستانی از آگاه ترین فرزندان ایران بماند. حکومت اسلامی و عوامل آشکار و پنهان آن باید بدانند که کوشش هایشان برای فراموشی سپردن این جنایات تلاشی بیهوده است. بازماندگان این همه کشتارها در 14 دهه گذشته، خانواده های اعدامیان، مادران و پدران، همسران و خواهران و برادران و رفقا و فرزندان و همرزمان آنان همچنان که تا به حال تلاش کردند با ایستادگی و مقاومت، با همبستگی و رفاقت، با روشنگری و صداقت،
با امید و وفاداری به آرمانهای رفقای جانباختهشان در مقابل فراموشی و تاریکی و سانسور و انکار ایستادند و خواهند ایستاد. تلاش های کار به دستان و همکاران دستگاه های زور و جور حاکم را برای فراموشی برملا خواهند کرد، چرا که می دانند که فراموشی اولین گام برای تکرار فاجعه در ابعادی گسترده تر است. اینک در 18 سالگرد جنایات زنجیره‌ای با برگزاری یادمان جانباختگان راه آزادی، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، پروانه و داریوش فروهر، پیروز دوانی، ابراهیم زالزاده و همه قربانیان این جنایت، برای ما مردم ایران فرصتی است که بار دیگر بر خاص قربانیان خانواده های قطعهای زنجیره‌ای برای روشن شدن همه حقیقت پافشاری کنیم. یاد جانباختگان را گرامی داریم و همه نیروهای چپ و آزادی خواه، همه آنها که در دل در گروه انسانیت دارند، می خواهیم در مقابل موج سرکوب و تهدید علیه خانواده ها و فعالین سیاسی و مدنی بیستند و نگذارند صدای دادخواهی آنان خاموش شود. با سلام شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری، به دنبال بازداشت رهبران و نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها در ترکیه، هزاران نفر در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات اعتراضی زدند. مادرزن در استانبول، آنکارا، ازمیر و آنتانیا و برخی دیگر از شهرهای این کشور علیه سرکوبگری‌های دولت اسلامی ترکیه اعتراض کرده و آن را محکوم کردند و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی، خصوصا آزادی رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها شدند. گزارش ها از ترکیه حاکی از حمله پلیس و درگیری معترضان با نیروهای پلیس است. در استانبول نیروهای پلیس اقدام به پرتاب گاز اشکاور به سوی معترضان کرده و چندین نفر را بازداشت کردند. در آنکارا پایتخت ترکیه پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز و اسپری فلفل استفاده کرده است. بازداشت رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها به همراه 9 نماینده دیگر این حزب با واکنش‌های شدیدی روبرو شده است. حزب دموکراتیک خلق‌ها در بیانیه‌ای این اقدام دولت ترکیه را کودتا اعلام کرده و عنوان کرده است. سخنگوی حزب دموکراتیک خلق‌ها با قرائت بیانیه خیش در برابر ساختمان مرکزی این حزب در آنکارا تأکید کرده است که در هیچ شرایطی تسلیم نخواهند شد. بیانیه حزب دموکراتیک خلق‌ها با اشاره به اینکه ساختمان مرکزی حزبشان اشغال شده است و ناچارند در خیابان بیانیه‌شان را بخوانند، افزوده است که آنچه پس از کودتا رخ داد به همه ثابت کرد که کودتا را نعمت خدا خوانده بودند، به اهداف خود رسیده است. اعضای حزب ما از هیچ محاکمی هراس ندارند. مردم باید شرایط کودتا را در این کشور به خوبی ببینند. باید جهانیان به وضعیت جاری توجه کنند. به همین دلیل هم ما برای بازجویی به دادگاه‌های ترکیه مراجعه نکردیم. دولت ترکیه با این اقدام خود لکه سیاهی بر تاریخ سیاسی ترکیه زده است. این اقدام نشانی آغاز دوره فاشیسم در ترکیه است و ما این مرحله را متوقف خواهیم کرد. از خلق‌های ترکیه می‌خواهیم که ایستادگی خود را در برابر نجات پرستی نشان دهند و موضعشان را با صدای بلند اعلام کنند. صدها نفر از دانشگاهیان، دانشجویان و اعضای اتحادیه‌های کارگری در ترکیه روز پنجشنبه در اعتراض به سرکوبگری‌های دولت ترکیه و برکناری هزاران نفر از کارکنان سیستم آموزشی این کشور دست به تظاهرات زده بودند.
تظاهر کنندگان با سر دادن شعار ما با مقاومت و مبارزه پیروز خواهیم شد در مقابل دانشگاه استانبول تجمع کردند. در پی کودتای نافرجام ژوئیه در ترکیه، مقامات کشور 110,000 نفر را در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش و دستگاه قضایی و پلیس از کار برکنار کردند. از حدود 110,000 کارمند برکنار شده، 50,000 نفر از کارکنان نظام آموزش ترکیه هستند. بازداشت اعضای گروه پارلمانی حزب دموکراتیک خلق‌ها، واکنش منفی بسیاری از سیاستمداران و رهبران اروپایی را نیز به دنبال داشته است. معاون رئیس پارلمان آلمان بازداشت رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها را کودتای ارغوان خوانده است و خواستار توقف مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا شده است. و همزمان دفتر حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز دستگیری رهبران و اعضای ارشد حزب دموکراتیک خلق‌ها را محکوم کرده و در بسیاری از شهرهای جهان تظاهرات و اعتراضات گسترده علیه رژیم ترکیه ادامه دارد. در بسیاری از شهرهای ترکیه نظیر آنکارا، استانبول، ازمیر و وان در چندین شب متوالی تظاهرات ادامه داشته است. در آلمان، در هلند، یونان، فرانسه، انگلستان و کانادا و سوئد و دانمارک و بسیاری شهرهای دیگر تظاهرات و اعتراضات در چند روز گذشته ادامه داشته است. در روز شنبه نزدیک به 6500 نفر در شهر کلن اعتراض صلح‌آمیز خود به دولت رجب اردوان را نشان دادند. این معترضان از دولت آلمان به دلیل کوتاهی در دست در توقف دستگیری ها و اخراج های دست جمعی پس از کودتای ناموفق ژوئیه انتقاد کردند. آنان با شعار مرکل تأمین مالی میکنه، اردوان بمباران میکنه، به سرکوب کردها اعتراض کردند. تظاهرات مشابهی در پاریس، پایتخت فرانسه برگزار شد و 2000 نفر در یکی از میدانهای پاریس، میدان رپوبلیک، تجمع کردند. با پرچم کردستان خواهان آزادی همه رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها و همه زندانیان سیاسی شدند. آنها با شعار اردوان تروریست است، خواهان آزادی رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها شدند. در استانبول نیز تظاهرات گسترده ادامه داشته است. در این حال وکیل آقای صلاح‌الدین دیمتراش از زندان بیانیه او را این چنین می‌خواند: ما با مرحله نو از کودتا، با پیش قدمی حکومت و کاخ نشینان مواجه هستیم، اما کاخ نشینان بدانند نمیتوانند با نقشه های چنین کودکانه و ناچیز اراده ما را بشکنند. من و دوستانم در مقابل این کودتا و عمل غیرقانونی در هر کجا و در هر مرحله پا بر جا خواهیم ماند و مبارزه خواهیم کرد. بگذارید همه بدانند که ما با تلاش در راه صلح، آزادی و دموکراسی آنچنان که ملت من خواهانان است استوار باقی خواهیم ماند. این روزهای ظلم و ستم در مدتی دور یا نزدیک در مقابل مقاومت ما به پایان خواهد رسید. کسانی که میگویند شاید بتوانیم ارادهشان را بشکنیم، با این نقشه های ساده لوحانه فقط درماندگیشان را آشکار خواهند کرد. شرط و شروط ها و هرچه باشد مهم نیست. ما تلاش و فعالیت سیاسی و دموکراتیک من را ادامه خواهیم داد. ما فریاد دعوت به صلح من را همچنان سر خواهیم داد. در پایان عشق و سلام ها از دل و جانم را نثار دوستان می کنم. و در این حال از زمان کودتای 4 ماه پیش تا کنون هزاران نفر بازداشت شدند و سرکوب ها به شکل بسیار بسیار گسترده‌ای ادامه داره. اون چیزی که در خبرها حاکیه که حزب دموکراتیک خلق ها HDP اعلام کرده که از این پس در هیچ یک از امور قانونگذاری در پارلمان ترکیه شرکت نخواهد کرد و حزب دموکراتیک خلق ها که 59 کرسی رو در پارلمان ترکیه به عنوان بزرگترین
نماینده سیاسی طرفدار حقوق کردها در ترکیه داره اعلام کرد که فراکسیون پارلمانی و رهبری حزب تصمیم گرفتن که فعالیت‌های اعضای این حزب در امور قانونگذاری قطع بشه. در بیانیه‌ای که در شهر دیاربکر منتشر شده اومده که تحریم فعالیت در پارلمان ترکیه واکنشی است به سیاه‌ترین و پردامنه‌ترین حمله در طول تاریخ به دموکراسی در ترکیه. در این بیانیه همچنین نسبت به استقرار دیکتاتوری در ترکیه هشدار داده شده و آمده است که حزب دموکراتیک خلق‌ها اقدامات بعدی خود را پس از مشاوره با اعضا و هوادارانش مشخص خواهد کرد. زیاپیر یکی از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها اعلام کرده که اعضای فراکسیون این حزب در پارلمان نشست‌هایی را برای بررسی اوضاع برگزار خواهند کرد. او گفت این امکان وجود دارد که همه نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها از فعالیت در پارلمان ترکیه استعفا بدهند یا اینکه بار دیگر فعالیت‌های خود را از سر بگیرند. اما در هر حال آنها از امروز فعالیت در پارلمان رو به شرط آزادی همه زندانیان سیاسی و خصوصا نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها در پارلمان قطع خواهند کرد. و به طور واقعی میشه گفت که رجب اردوغان پس از شکست کودتای گولن کودتای خودش رو آغاز کرده و تلاش کرده که همه نیروهای سیاسی و جنبش های اجتماعی و مدنی در ترکیه رو به یه دوراهی انتخاب یکی از کودتاها سوق بده. حزب دموکراتیک خلق‌ها اولین نیروی سیاسی بوده که پس از شروع کودتای گولن اونو محکوم کرده و تنها حزب عمده‌ای در صحنه سیاسی ترکیه است که درباره شروع کودتای اردوغان هشدار داده بود و با قاطعیت و جسارت کم نظیری اونو در تمامی این مراحل افشا کرده، محکوم کرده و تنها نیروی پیگیر آزادی و دموکراسی در پارلمان ترکیه و در نیروهای سیاسی عمده این کشور بوده. ظهور حزب دموکراتیک خلق‌ها یک پیروزی بی سابقه در تمامی تاریخ جمهوری ترکیه است که طی اون تونسته جنبش کرد و سایر جنبش‌ها در همراهی با نیروهای چپ و کمونیست در یک جنبش گسترده و متحد بتونن توی جوان 2015 13% آرا رو در پارلمان ترکیه به دست بیارن. پرچم دموکراسی و برابرخواهی و مبارزه علیه نجات پرستی رو در واقع برافراشته نگه دارن. پیروزی حزب دموکراتیک خلق‌ها تمام نقشه‌های رجب اردوغان رو برای نظام ریاستی و دیکتاتوری خودش در هم ریخته و به خاطر همین اون اعلام جنگی رو علیه کردها سازمان داده. و ما شاهد بودیم که در فاصله بین ژوئن 2015 تا نوامبر 2015 انتخابات بعدی بسیاری از ترورها، حملات به دفاتر حزب دموکراتیک خلق‌ها و حرکت‌های در واقع دموکراتیک در ترکیه ادامه داشت. در هر حال حزب دموکراتیک تونست نقشه اونها رو به هم بریزه، اما الان با توجه به اوضاعی که در سوریه و عراق هست و تمرکزی که در ارتباط با مسئله داعش هست و سیاست توسعه‌گرانه این رژیم در واقع فاشیست اسلامی، میشه گفت که رجب اردوغان فرصت رو برای خودش مهیا کرده که بتونه تمام راه ها رو هموار کنه برای تغییر قانون اساسی و پوشوندن یک لباس قانونی به استبداد مطلقه خودش. در همین راستاست که رهبران حزب دموکراتیک خلق ها دستگیر میشن، نمایندگانش سلب صلاحیت میشن و در واقع شرایط بگونی میره که بسیاری از رسانه ها مثل روزنامه جمهوریت و بسیاری از رسانه های کردی، 11 تا رسانه کردی، 11 تا 15 تا رسانه کردی و 116 تا رسانه دیگر رو ممنوع کردن.
113 تا روزنامه‌نگار رو گرفتن، 10,000 نفر در سطوح مختلف دستگاه‌های قضایی و امنیتی و اداری و آموزشی و اینها تصفیه کردند و همه اینا در واقع با شایبه و به قول معروف توطئه‌ای بوده که به اصطلاح رژیم اردوغان علیه نیروی دموکراسی چیه داره سازمان میده. علارغم این اعتراضات ادامه داره و این اعتراضات همه خواهان آزادی بی‌قید شرط و فوری نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها و همه زندانیان سیاسی شدند، پایان دادن به این سرکوب‌ها شدند. تو همین رابطه من با رفیقم محمد رحیمی از فعالین شناخته شده چپ گفتگویی رو انجام دادم. از ایشون سوال کردم که آخرین اخبار و مسائل در ارتباط با این دوره کنونی چه هست. رفیق محمد رحیمی: با سلام به شما رفیق علی عزیز و درود به همه بینندگان عزیز تلویزیون برابری. یک حوادث نگران کننده ای همچنان که شما اشاره کردین توی ترکیه در حال رخ داده و دولت آقای اردوغان، اگرچه رسما اون نیست، اون رئیس جمهوره، منتها همکاره اون مملکت و اینا، در این پریشب حمله کرد و در ساعت‌های اولیه روز رهبرای اصلی حزب هادپ رو دستگیر کرده به اضافه 9 تا دیگه از نمایندگان و بعدترش هم روز بعدش که بشه دیروز لیلا زنا را هم دستگیر کرده که 10 تا نماینده و 2 تا از رهبرا 12 نفرشون. این علاوه بر این دستگیری های قبل تر که این شهرداری آمد و فلان و اینها، دو تا از شهردارای منتخب مردم توی آمد اونا هم دستگیر کرده بودن و اینها، به حال این موج دستگیری رو که ما انتظارش رو داشتیم و همه میدونستن دیر یا زود شروع میشه، بالاخره این شروع کرده. از لحاظ این که در داخل سیستم سیاسی ترکیه چگونه است موازهشون، خیلی واضحه که علاوه بر خود هادپ که رسما محکوم کرده این اقدام رو و خواهان آزادی رهبرا و نمایندگان پارلمانی شده و اینها، و در همین رابطه هم که حضور در پارلمان رو برای نمایندگانش معلق کرده، اگرچه گفته استعفا نمیدن ولی معلقش کرده و اینها، علاوه بر هدف حزب جمهوری خلق هم از این مسئله به شدت ابراز بساح نگرانی و اینا کرده و در یه مقایسه رهبرش گفته که جامعه ترکیه الان در واقع در مسیر مثل یک ماشین ترمز بریده میمونه در یک مسیر سراشیب که معلوم نیست کی سقوط بکنه و چپه بشه و اینا. علاوه بر خب این دوتا نیرو، نیروهای دیگه مردم، نیروهای چپ، مارکسیست و بالاخره نیروهای سوسیالیستی، اتحادیه های کارگری، دیسک و اینها، اینا همه نگران هستن از این، از اوضاعی که در حال حاضر در جامعه ترکیه در رخ میده و بخصوص به علیه نیروهای کرد و نیروهای مترقی و اینها. و لازم نیست دیگه من اشاره بکنم، حتی همه میدونن که دیگه خب حمله به روزنامه ها، روزنامه جمهوری، چه میدونم آدم های مستقل، روشن فکران، استادان دانشگاه، قانون گذاران، معلمین، دیگه تمام اینها رو طی این بعد از این چادر، این چهار ماهی که از این کودتایی که به سر رخ داده بود و اینها، آقای اردوغان حالا چجوری سازماندهی این بسا خود اون
کودتا یا شبه کودتا، هرچی علا اسمشو بذاریم، دقیقا چجوری بود؟ هرگز مردم تا زمانی که این حزب سرکار باشه واقعیت قضیه دستشون نخواهد اومد. این چیز به شدت مخفی و مخفی خواهد موند. شاید بین یک حلقه اصلی سران جامعه ترکیه اون سازمنده این شده بود و اینا، و حالا به اسم بلند چقدر اون واقعا نقش داشته، آیا در ارتباط با خودشون بوده فلان، اینا میمونه و همیشه هم مخفی خواهد موند. منطقه به هر حال بعد از اون این به شدت از این مسئله استفاده کرد، انگار براش آماده بود از همون روز بعد از به اصلاح کودتا، و شروع کردن به دستگیری و به تصفیه خونینی در جامعه ترکیه. هر صدای مخالفی رو تصفیه به اصلاح سعی کردن بکنن و اینا. به هر حال جامعه ترکیه کاملا پولاریزه شده الان و مسیر آیندهش ما سعی میکنیم امروز روشن‌تر بکنیم تا حدودی، اگرچه هیچ کس نمیتونه دقیقا، چون بستگی داره به عواملی، چقدر نیروهای سکولار که حدود بسان نیمی از جامعه ترکیه هستن، اگه آدم حساب بکنه سرانگشتی حدود نیمی 50% جامعه ترکیه هستن و نیروهای اسلامی آقای اردوغان و اینا بقیهش، یا شاید بسا بخش زیادی از بقیهش هستن. منطقه خوب خودشو سازمان داده آقای اردوغان و بعد از اون کودتا و اون رو بهانه کرد که یک نیروی شبیه به بسیج بسا توی جمهوری اسلامی ایران رو سازمان بده برای سرکوب این چیزا، و اخیرا دراخ اسلحه بینشون پخش کرده و فلان و اینا، و برای این سرکوب هم از اونها در کنار پلیس، اگه شما نگاه بکنین به این شبکه های اجتماعی و اینا، کاملا هویدا هستن این کسایی که یونیفرم پلیس رو به تن ندارن، منتها یه جلیقهی بهشون داده شده و اسم پلیس روش نوشته شده تو پشتش، مثل مثلا نیروهای به لباس شخصی، شاید شبیه به این مثلا در ایران. حالا دقیقا چقدر این مسئله بتونه سازمانش بده و پیش ببر، بازم بستگی داره به اون عواملی که گفتم. به هر حال اخبار اینجوری هستش که و علاوه بر داخل خود ترکیه و سیستم داخلیش که گفتم پولاریزه شده، یه عده مخالف هستن، یه عده موافقن، دو حزب موافق هستن و بقیه مخالف هستن. جامعه بین المللی از این مسئله دل خوش ندارن، که شورای متعدد اروپایی ابراز نگرانی کردن، سوئد، آلمان، اتحادیه اروپا و اینها، و گفتن نگرانن از این قضیه، همچنین سازمان ملل و همچنین آمریکا و اینا ابراز نگرانی کردن و خواستن که مسیرهای قانونی و فلان اینا رو سعی بکنن رعایت بشه توی جامعه ترکیه، امنیستی انترنشنال و این دو چیزها. علاوه بر این جنبه، من لازم اشاره ای بکنم که مردم کرد خودشون، چه در داخل ترکیه چه در اون جاهایی که در جامعه ترکیه مثل به اصلاح استانبول و انکارا و اینا که خب جمعیت قابل توجهی هستن، میلیونی هستن و اینها، این مبارزه ادامه داشته در طی دو شب اخیر و بلا وقفه ادامه داره در دیاربکر، در شهرهای دیگه کردستان ترکیه. جمعیت وفور ریختن خیابانها، درگیری وجود داره با نیروهای امنیتی و اینها، و اینکه رژیم میخواد در واقع این حرکت که مردم خواستشون آزادی این دستگیر شده است رو سرکوب بکنه. منطقه علاوه بر خود داخل ترکیه و کردستان ترکیه، در بقیه مناطق کردستان هم حرکت های پشتیبانی از آزادی این دستگیر شدگان و محکوم کردن اعمال سرکوبگران دولت آقای اردوغان که بگیم رئیس جمهور اردوغان، چه در کردستان عراق این مسئله شما میبینید، توی کوه، توی سلیمانی، توی ادلیل، توی کرکوک حرکت های اعتراضی بوده، و بقیه اشاره که دیگه من لازمی اسم همه رو ببرم، توی کردستان سوریه
شهر مقاوم و استالینگراد کردستان بگیم کوبانی، یک تظاهرات عظیم صورت گرفته در دفاع از همین هدف و در محکوم کردن دستگیری رهبرا و پارلمانتاراش. و در کردستان ایران هم قرار در روزهای آتی تظاهرات در پشتیبانی از همین مسئله و محکومیت دولت ترکیه و اقدامش انجام بگیره. و این مسئله رو آدم به خوبی میتونه در این شبکه های اجتماعی ببینه که در تمام کشورهای اروپایی، در کانادا، در آمریکا، در واشنگتن، در کشورهای مختلف و در شهرهای بزرگ حرکت اعتراضی هست در مقابل در واقع سفارت های کشور ترکیه جمع میشن، در بعضی جاها تا دیگه میره که حمله بشه به خود سفارت و فلان اینا. اگه حتما نگاه کردیم مثلا توی لندن رو، و اینکه اوضاع خیلی پرتنشه الان. آیا آقای اردوغان میتونه در واقع از این لقمه خیلی بزرگ نخواهد بود براش، میتونه قورتش بده یا گیر میکنه و خفش میکنه تو گلوش؟ اینی که این بایستی بررسی بکنیم. بسیاری از این در واقع بر این اعتقادن که این کودتا یک، به قول خود اردوغان، یه نعمت الهی بود برای او، و اردوغان در واقع از این طریق با تصویه بیش از 10,000 نفر توی قسمت های آموزشی و غذایی و نظامی و امنیتی، بعد و در واقع خلعیت از شهرداران منتخب در بسیاری از شهرها، دستگیری هاشون، ممنوع کردن بسیاری از احزاب و دستگیری های گسترده، تلاش داره یک دولت در واقع اسلامی، یک جریان در واقع توتالیتری در اون کشور سازمان بده، که علاوه بر اون که قانون اساسی ترکیه بر پایه نژادی و به اصطلاح ترک ها استواره، تا پذیرش ملیت های مختلفی که در ترکیه هستن و تلاشی که حزب دموکراتیک خلق ها و کردها در تمام این سالها به طور صلح‌آمیز تلاش کردند که مسئله صلح را با پذیرش حق تعیین سرنوشت و در واقع آزادی و به رسمیت شناسی حق در واقع کردها پیش ببرن، ولی اینجوری که داره پیش میره ما شاهدیم که ترکیه یک اهداف بزرگتری رو برای خودش در پیش داره، یعنی اهداف توسعه طلبانه که ما شاهدش هستیم در جریان حملات موصل، در دفاع از داعش در سوریه، و در واقع ائتلاف هایی که حتی اینجا و اونجا با جریانات مثل حزب دموکرات کردستان عراق، آقای بارزانی اینا انجام میده، میخواد تا حدی اونها رو خام بکنه و از او بر سیاست تعرض خودشو و حضور نظامی خودشو در سوریه و عراق تضمین کنه، در آینده عراق در واقع نقش داشته باشه، و میگه که اصلا قسمتی از ماست، یعنی هم به لحاظ تاریخی، هم به لحاظ وجود ترکمنها و غیره، اینجا قسمت های از ماست. این توسعه طلبی، این اهداف در واقع آقای اردوغان را شما چجور ارزیابی میکنید؟ از همون زمانی که آقای نجم الدین اربکان به جای این جریان اسلامی رو در دهه 90 به صاحب پایه‌گذاری کرد و اومد از مسیر پارلمان و فلانینا شروع بکنن، خب همیشه برای ماها روشن بود که این یه جریان اسلامیه، اگرچه امروز تلاش میکنه از مسیر پارلمان و قانونی و فلانینا عمل بکنه، منتها طبیعت اصلیش یه طبیعت فاشیستیه. یعنی چون که ذات اسلام به عنوان یک مذهب، اون به عنوان یک فلسفه، به عنوان یک روش بساز زندگی نمیخونه با نظام اصلا دموکراسی، با نظام دموکراتیک هم خانی نداره اصولا، میدونی متضاد هستن با هم دیگه. لذا خیلی واضح بود که دیر یا زود این مسیر به پایان میرسه و این جریان اسلامی
یعنی خب بیدلیل نیست که جریان اسلامی توی ایران اون مسیر رو میره، یا جریانات اسلامی توی مثلا منطقه الان اون مسیر رو میرن، نمیتونه اصلا با هم دیگه میدونی متناقض هستن با مسئله دموکراسی. خب اینا تلاش کردن توی ترکیه در درجه اول که خب این مسیر رو برن، روشن شد که به دلایل عدیده که ما هم صحبتهایی کردیم قبلا، هم دیگران به سخت صحبت کردن، روشن شده که این شکست خورده، این جریان که تو سعی بکنیم، یعنی از یک طرف، یعنی میدونی این گرایشات متضاد، از یک طرف ترکیه دلش میخواست بیاد به عنوان یک کشور اروپایی به رسمیت شناخته بشه و بشه جزو اروپا، در که این یعنی وارد شدن به یک فرهنگ، به یک مناسباتی، سیستم فرهنگ سیاسی متفاوتی از اون چیزی که خب توی شرق هستش، توی خاورمیانه هستش. شما از این بگیر تا اینکه به هر حال نظام سکولار که به 700 سال پیش توی ترکیه پایه‌گذاری شده و فلان اینها، نظام سکولار تعریف های خاص خودش رو داره دیگه، نمیتونه یعنی و سیستم سیاسی اسلامی چون یه سیستمیه، سیستم تمامیت خواهه و فکر میکنه که پاسخ داره برای سیستم زندگی و برای جامعه افلاین، نمیتونه در نتیجه یک جزئی بشه در یک جامعه سکولار، یا همه چیز رو میخواد یا تا نمیده، یعنی به یک جز کوچک بهش بدن. و دیدیم که خب آقای اردوغان در چند تا انتخابات در طی 15 ساله گذشته همیشه قدرت رو به دست داشته، چون که انصافا فساد اون فساد گرایشات ناسیونالیستی توی ترکیه بیشتر بود از آقای اردوغان و جریان اسلامش، به این دلیل تونست طی فساد دو دهه اخیر توی ترکیه همیشه دست بالا رو داشته باشه، چون اونا رو شکست بده و اونا شکست خورده بودن دیگه، خودت میدونی. منتها به دلیل اون تناقضات درونی که عرض کردم و اینی که همخوانی نداره، میبینی که از یک طرف میبینی برای اینکه خب تو بالاخره هویت خودتو وقتی هویت اسلامی تعریف میکنی، این بر روی سیاست خارجی تأثیر میذاره، بر روی سیاست داخلی تأثیر میذاره، بر روی مسائل اجتماعی توی جامعه تأثیر میذاره، رابطت با جمعیت زنان تأثیر میذاره و الی آخر. و خب مقاومتی بود در مقابل این قضیه و میبینی که مسیر حرکت آقای اردوغان طی به اصلاح 10 ساله گذشته همیشه رو به پایین بود، همیشه میزان رأیش کمتر و کمتر شد تا رسید به جایی که اصلا از اکثریت افتاد دیگه توی انتخابات جون پارسال، ماه جوان پارسال، و بالاخره اون ماجراها شد. حالا چه میدونم هدف نتونست وارد دولت ائتلافی بشه که دولت اقلیت تشکیل بده و فلان اینا، خب و مسیر اومد به این طرف و بالاخره انتخابات دیگری گذاشته شد با این ملیتاریسمی که وجود آورد و اینا. آقای اردوغان تونست در واقع رأی هدف رو کمتر بکنه و تا در حد بسامون 10% 11% نگه داره و بالاخره تونست اکثریت پارلمانی رو دوباره به دست بیاره برای خودش و شعارهای ناسیونالیستی اون جریان محقه حزب حرکت ملی رو بگیره و با اون حمله‌ای که کرده بود به اون چند تا شهر و فلان اینا در داخل، ملیتاریسم در داخل، ملیتاریسم در سطح منطقه که در واقع هم حمله به پیکاکا توی اونجا، به اصلاح حمله به یپگه توی سوریه، یعنی جریان دموکراتیک شمال سوریه و فلان اینها، میدونی. و به هر حال هیچ کدام از این سیاست‌هاش کاملا نتیجه نداده و منجر شد بالاخره سرانجام به این که خب ارتش رو چون دستشو خونده بودن این ماجرایی که میخواد جامعه رو اسلامیزه بکنه و میدیدن که
به دلایل مختلف هی داره نیروهای اعضای خودش و نیروهای طرفدار خودش رو مسلح میکنه، سازمان میده و اینها. به هر حال یک بخش از ارتش هم ناراضی بود و اون کودتای شکست خورده که خب یه، چون اون کودتا فقط یک جنبه نیست که فقط طرفدارای گولن باشن، یا بخشی از دستا خود نیروهای اردوغان در داخلشون رسوخ کرده باشن و یک عمل در واقع واقعی قبل از وقوع رو بهشون چیز بکنن میدونیم و بزنن به ساخت نابگاه بزننشون که زدن. جنبه های دیگه هم داره، بخشی از ارتش که خوب ناراضی بودن و میدیدن که داره در واقع به حاشیه پرتاب میکنن که همیشه ارتش در ترکیه نیروی غالب بوده در سیستم سیاسی ترکیه، چند تا کودتا در اون جامعه صورت گرفته دهه 70 و 80 و فلان اینها. و اینی که رفیق علی در نتیجه تلاش آقای اردوغان این بوده که همیشه این سیستم اسلامی این براش اصل و دعوای میان این دموکراسی و اسلام همیشه بیشتر و بیشتر چهره خودشو آشکار کرده در ظرف این 15 ساله گذشته و بره به سمت این که چیکار بکنه اصلا ماجرای دولت نو عثمانی و فلان. در نتیجه هدف به این دلیله که میگم جامعه ترکیه الان هر چه بیشتر داره پولاریزه میشه، از یک طرف یک گرایشیه که میخواد اسلامیزه بکنه جامعه رو، از یک طرف و نیروهای سکولار هستن اونا هم تاریخچه ای دارن بی بوته نیستن به برخلاف جامعه به ایران میدونی ریشه دارن سابقه ای دارن در سیستم مدرن ترکیه مدرن 100 ساله گذشته و اینجوریه که الان شاخ به شاخ شده این قضیه. ظاهرا یکی از دلایلی که حمله کرده به هادپ و اینا به این شیوه وحشیانه در میانه شب در ساعت اولیه به این دلیل بوده که هادپ پیشنهاد داده به حزب جمهوری که یک جبهه در مقابل این حرکت و این مسیری که آقای اردوغان و دولتش به اصلاح چیز پیش گرفتن و اینا یک جبهه پیش بیارن و به این دلیل زده قبل از اینکه اونا بتونن به سکاری بکنن اینها. و انصافا یک دلیل دیگه شم اینه که خب چون هادپه نشون داد که نمیخواد یه نیرویی باشه برخلاف برسان نیروهایی که خب توی پارلمان ترکیه هستن، قبلا هم اشاره کردیم که فقط در فکر جیب خودشون باشن و اینها، بلکه مسئلهشون اینه که توده های مردم رو سازمان بدن، دموکراسی مشارکتی باشه در جامعه، توده ها همیشه در میدان باشن و به این دلیل بالاخره نتونست به سازش بکشونه همچنان که ما پیش بینی کرده بودیم که اینجوری پاپوش براشون میسازن به زندان میندازن و فلان، که الان عملا انجام شده. آیا حالا این آقای اردوغان گفتم به پیروزی میرسه بستگی داره به این مواضعی که هم مردم کرد در کردستان چه در داخل ترکیه چه در منطقه چه در کشورهای اروپایی و فلان اینا، اصلش اینه که مردم کرد خودشون چقدر در پشتیبانی از رهبرای دستگیر شده و این فعالین و فلان اینها از خیابان ها کنار نرن بمونن، حتی ما اینکه اونا موندن بعد از اون ماجرای کودتا در خیابان ها تا شکست شدن، اساسا اینه و ایلاگی ما انتظار داشته باشیم فقط کشورهای غربی با نگرانیشون و چه میدونم با اینکه بخوان یک سفیرهای به سا کشورهای اروپایی یه جلسه ای بذارن برای مشورت بکنن، اینا از اینا گوشش بدهکار نیست آقای اردوغان و با صراحت گفته برای من اهمیت نداره به هم دیگر دیکتاتور یا چی، مسئله اینه که مردم خودم چجوری منو ببینن. خب این مردم هم بخشی از جامعه ترکیه هستن، موضع مردم مهمه که چقدر توی خیابان ها بمونن و اون بخششون که تو خارج هستن چقدر پشتیبانی بکنن و اینها، و به این دلیلی که میتونن پشتیبانی جامعه جهانی رو به طرف خودشون جلب بکنن برای محکومیتش و در اون صورتی که بتونن به عقب نشینی وادارش بکنن از این عمل. در کوتاه ترین کلام چشمانداز آینده رو چطور میبینی؟ با این تظاهراتی که هست، با محکومیت هایی که در واقع در بیرون شده، تظاهرات همبستگی با کردها که در واقع و رهبران
در واحد دموکراتیک خلقها که انجام شده، چشمانداز رو چطور میبینید؟ بستگی به این داره که تا چه حد نیروهای دموکراتیک اصیل و چپ توی ترکیه این مسئله براشون روشن باشه که خواست آقای اردوغان الان در این مرحله از اسلامی کردنه که نیروی نظامی اسلامی را میخواد ایجاد بکنه برای جامعه ترکیه، نیروی شبیه به بسیج، شبیه به سپاه پاسداران در مقابل ارتش اصار رسمی اون کشور. اگه این مسئله جا بیفته براشون، بفهمنش این قضیه رو و متحد بشن در بالا و بسیج بکنن جامعه و پایگاه اجتماعی خودشون رو در مقابل این، به نظرم میتونن به شکست بکشونن آقای اردوغان رو. ولی اگه متوجه این قضیه نشه، این کلید این موضوع امروز که در واقع آقای اردوغان در این مرحله است که نیروی نظامی خودش رو ایجاد بکنه و این کاملا دیده میشه در کنار پلیس، مثلا در که در یونیفرم پلیس رو بتندارن، یه عده‌ام همیشه هستن که تعدادشون هم به مراتب بیشتره از اون نیروهای پلیس رسمی که در این دستگیری ها و فلان اینا شرکت داشتن رو دیده میشن، یا در سرکوب این تظاهرات ها اینا در کشور در توی استانبول، توی انکارا، توی دیاربکر و اینا کاملا دیده میشن. یارو پیرمردیه، ریش سفیدی داره و فلان اینا، حالا یک جلیقه پلیس هم به تن کرده و اینجوری با سبعیت تمام کلوی مثلا یه دختری رو به سم میگیره. در نتیجه اگه این موضوع بشه که الان در این مرحله قرار داره و هنوز کامل نکرده اون نیروی نظامی رو و این رو برای ارتش هم جا بندازن و فلان اینا که این در پی چنین چیزیه که اون نیروهای بسیار که افکار غیر مذهبی ندارن در داخل ارتش حساس بشن به این قضیه و ببینن که سرنوشت ایران داره در اونا هم تهدید میکنه که با ایجاد بسیار نیروی مرتجعی مثل سپاه پاسداران یا بسیج و فلان اینا و این بخواد این کار رو بکنه در ترکیه. همه به نظرم دارن بستگی به این قضیه داره. در نتیجه اگه نیروهای چپ، دموکرات، سکولار در ترکیه، اتحادیه‌های کارگری، جنبش زنان اینا بتونن متحد بشن و پشتیبانی بکنن با نیروهای با این جنبش ترقی خواهانه کردها در داخل ترکیه به رهبری اعلی هادپ، به نظرم میتونن جلوی این موج اسلامیزه کردن جامعه ترکیه رو بگیرن و پشتیبانی جهانی برای خودشون کسب بکنن. اگه نتونن این کار رو بکنن که این کار در درجه اول از آز تئوریک بایستی بفهمنش که این چه داره صورت میگیره و اینا مقایسه بکنن، کشور ایران رو بررسی بکنن چه حرکتی شده و اینها، و در اون صورت به نظرم اگه بتونن، در نتیجه بستگی داره، آدم نمیتونه 50-50 نمیتونه بگه حتما موافق میشه همین حتما شکست میخوره. هدف منتها موضوع اصلی اینه که بایستی بر پاهای خودشون وایسن، به خودشون اتکا بکنن، نمیتونن اتکا بکنن به یه اعتراض یا حتی محکومیت یک کشور اروپایی یا جامعه اروپایی یا آمریکا و اینا، چون اونا منافع اقتصادیشون براشون اهمیت درجه اول داره و اینکه میتونه آقای اردوغان از همون کارت پناهندگان دوباره استفاده بکنه و اینها ریش اینا توی دستشه. در نتیجه فقط به خودشون متکی بشن، متحد بشن، بدونن در حرکت دشمن چیه در داخل بسا کشور و اینی که متحد بشن و افشاش بکنن و خودشون رو سازمان بدن، بسیج بکنن پایگاه اجتماعیشون رو در خیابان، انقدر بمونن که اونو وادار میکنن به عقب نشینی. به قول شما آبی گرم نمیشه از این در واقع اعتراضات نرم سازمان های بین المللی و قدرت های جهانی، و ما امیدواریم که همین اتحاد نیروهای چپ و کارگری و کرد بتونه در واقع در مقابل این هجوم فاشیستی رژیم اسلامی اردوغان بتونه مقاومت کنه، بتونه برخیزه، بتونه خیابانها رو اشغال کنه
و در این حال ما شاهد باشیم که اهداف توسعه طلبانه و اشغالگرانه ای که رژیم اسلامی ترکیه در عراق و سوریه دنبال میکنه، این هم با همت نیروهای دموکراتیک و آزادی خواه و ترقی خواه این دو کشور بتونه شکست بده و ما شاهد باشیم که پروسه پایانی، یعنی آغازی بر پایان این حرکت ارتجاعی رو و پایان